این سایت اداره مالیات هست بچه‌ها، که من اینجا به شما نشون میدم که شما چجوری دکلاراسیون خودتون رو، همون اظهارنامه مالیاتی خودتون رو بفرستید بره. شما وارد سایت اداره مالیات میشید، این قسمت بالا لوگاین این رو میزنید و طریق موبیل بانک آیدی شما وارد میشید که خب همتون دارید، و این بارکد رو شما از طریق بانک آیدیتون اسکن میکنید و واردش میشید. شما وقتی که بانک آیدیتون رو زدید وارد سایت اداره مالیات میشید که اینجا قسمت پرایوت یا همون پریوات رو انتخاب میکنید، میاد تو قسمت دکلاراسیون. تو این قسمت داتوم تاریخ، بچه ها من یه چیز رو واسه شما توضیح بدم، دسترسی ما واسه اینکه بتونیم حالا دکلاراسیون خودمون رو، همون اظهارنامه مالیاتی خودمون رو بفرستیم، از 14 ماه مارس باز شده و ما تا 30 مارس اگر دکلاراسیون خودمون رو، همون اظهارنامه مالیاتی رو از طریق دیجیتالی دریافت کردیم و هیچ گونه تغییری درش ایجاد نکنیم و تا قبل از 30 مارس بفرستیم بره، ما میتونیم حالا این اسکت خودمون رو که طلبکار هستیم در ماه آپریل، یعنی ماه آینده دریافت کنیم. اما اگر شما این تاریخ بگذره و توی این تاریخ شما حالا این رو نفرستید بره، اون پرداختی شما دیگه یک کمی به تعویق میفته، یعنی 1 تا 3 هفته به تاخیر میفته. پس حتما و 100% تا قبل 30 مارس حتما اون رو اگر تغییراتی درش ایجاد نکردید امضا کنید و بفرستید بره. این تاریخ ها رو حتما شما بهش دقت کنید. بعد شما میایین قسمت بالا اینجا دوباره میزنید دکلاراسیون، که بعد میایین شما اینجا میزنید اینکم دکلاراسیون ات، بعد ایلکتریکماخون. شما وارد این صفحه میشید که این قسمت بالا که الان من نشون نمیدم، اونجا حالا اون مبلغی است که شما طلبکار شدید یا مبلغی است که شما بدهکارید و باید پرداخت کنید به اداره مالیات یا از اداره مالیات بگیرید. شما میایین قسمت پایین، این قسمت کنترله که اگر شما خواستید چیز رو کنترل کنید کنترل میکنید، اگر نیاز به کنترل وجود نداشت میایین اینجا و روی خیکاین کلیک میکنید. شما وارد این صفحه میشید که اینجا خب شما آدرس میلتون رو میبینید، آدرس میلتون رو میبینید، شماره موبایلتون رو میبینید. اگر قرار شد که شما حالا اطلاعات اینجا رو تغییر بدید، این اندرا کانتکت اینفورماسیون اگه بزنید، شما میتونید این اطلاعات اینجا حالا شماره تلفنتون رو یا آدرس میلتون رو تغییر بدید. اگر اینکه نیاز به تغییر چیزی نبود، شما اینجا روی گزینه دوم کلیک میکنید که بعد شما وارد این صفحه میشید. اینجا دو تا گزینه است. شماره یک بچه ها بهتون میگه که اطلاعات پایین، حالا این قسمت پایین اطلاعاتی که این قسمت و این قسمت هست، اونا رو چک کنید. اگر همه چی اوکی بود و مشکلی وجود نداشت، شما میتونید حالا دکلاراسیون خودتون رو بفرستید بره. و قسمت دوم هم میگه که وقتی اطلاعات رو چک کردید و مشکلی نبود، روی گزینه نستا بزنید، که بعد من این رو یک تیک میزنم، این سبز میشه و روش کلیک میکنم، که وقتی کلیک کنم من باید دوباره با بانک آیدیم این رو تاییدش کنم که هیچ مشکلی وجود نداره و من این رو تایید میکنم میفرستم. که الان واسه من یه دونه توی بانک آیدیم پیام اومد که من این رو تایید میکنم، که بعد من تایید کردم از طریق بانک آیدیم، این پیام واسه من میاد، میگه که اظهارنامه مالیاتی شما واسه سال 2022 فرستاده یا همون ارسال شد، ساعت 18:38 دقیقه شب، تاریخ 21/3/2023. که این قسمت پایینم اطلاعات شخصی و یه سری توضیحات راجع به اظهارنامه مالیاتی من هست. به همین راحتی شما میتونید اظهارنامه مالیاتی خودتون رو ارسال کنید بره و اگر نیاز به تغییرات نداشت، پس حتما تا قبل از 30 ماه مارس حتما این کار رو انجام بدید. البته امسال سال 2023 هست، حالا سال آینده خب ممکنه که تاریخ ها عقب جلو بشه، ولی خب خیلی خوب است که حتما شما تاریخ ها رو توی ذهنتون باشه و هر سالی که میاد سریع برید داخل سایت اداره مالیات و تاریخ ها رو بهش دقت بکنید.